سلام گرم و صمیمانه من به شما بینندگان گرامی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، با همکارم هرمز رها تقدیمتون میکنیم برنامه گفتگو رو که اختصاص داره به تجدید رابطه بین آمریکا و کوبا. حتما شما هم اخبار رو پیگیری کردید و میدونید که تقریبا بیشتر از 50 سال آمریکا و کوبا که رابطه ای نداشتن، هفته گذشته 17 دسامبر این رابطه از سر گرفته شد و یه جوری میشه گفت که این یخ رابطه آب شد و با هم رابطه برقرار کردن. این مسئله انعکاس جهانی وسیعی داشت، توی دنیا تاثیر داشت و به خصوص توی آمریکا و کوبا، و به هر حال رسانه ها راجبش خیلی نوشتن. هرچند که کسانی مثل رهبران حزب جمهوری خواه در آمریکا مخالف این قضیه بودن، اما عموماً این مسئله با اقبال و استقبال مردم روبرو شد. اما چرا این رابطه مجدداً برقرار شد؟ حالا کوبا به کجا میره؟ اهمیت این موضوع در رابطه با سیاست جهان و یه جورایی بگم اهمیتش در رابطه با سیاست توی ایران چی هست؟ اجازه بدید با یک سری سوالاتی از همین قبیل بریم سراغ مهمون برنامه‌مون، مصطفی صابر. سلام میکنم به شما مصطفی صابر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. خیلی متشکرم که منو دادید. سلام میگم به شما و بینندگان عزیز این برنامه. حقیقتش اومدم سراغ شما چون شنیده بودم شما کوبا بودید همون موقعی که این اتفاقات افتاد، و به خاطر این گفتم که خوبه هم یه جوری عینی دیدید اونجا و هم اینکه به هر حال تحلیلگر سیاسی هستید، حتما میتونیم استفاده بکنیم از صحبتایی که میکنید. اجازه بدید از همینجا شروع بکنم. دست بر قضا شما هفته گذشته خودتون در کوبا بودید. عکس العمل مردم نسبت به این قضیه چی بود؟ چی دیدید شما؟ خب من تماس خیلی وسیع با مردم کوبا نداشتم، چون رفته بودیم اونجا بالاخره کنار دریا و اینجور چیزا، ولی با چند نفر، یه خانواده با چند تا معلم، با اینا دوست شدیم و در تماس بودیم. کاملا میشد دید که خیلی خوشحالن و تایید میکنن و این حرکت رو مثبت میدونن. کلا مردم کوبا مردم خیلی جالبی هستن و خواهان رابطه هرچه وسیع‌تر با کل دنیا هستن و شاید از دلسوزترین مردمان دنیا باشن واسه امر نه فقط مربوط به خودشون. نمونه تأثیری که در رابطه با ابولا داشتن کاملا این رو نشون میده. به هر حال خوشحال بودن که این رابطه برقرار میشه، این رو کاملا میشد ببینید. خب اما الان بیایم یه مقدار تحلیلی تر، به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ کی کوتاه اومد؟ آمریکا میخواست کوتاه بیاد یا کوبا؟ خب اینو خود آمریکا، خود اوباما، خود سرانشون و اونایی که توی هیئت حاکم آمریکا استقبال کردن از اینا، همه یک صدا گفتن که 50 سال تحریم و نمیدونم 600 بار تلاش واسه سرنگونی فیدل کاسترو و رژیم چنج توی کوبا و کلی تلاشایی که بعضن بسیار قبیح و وحشتناک و ضد بشری اینا انجام دادن و تحریم‌های شدیدی کردن علیه مردم کوبا، خودشون گفتن که این 50 سال اینا هیچ کدوم تأثیر نداشته و کوبا هم زندگیشو کرده علارغم همه فشارهایی که روش بوده، نه فقط زندگیشو کرده بلکه یکی از کشورهای محبوب دنیا هست و مورد حمایت مردم دنیا هست. به نظرم خودشون اعتراف کردن که شکست خورده سیاستشون. حالا بگذارید که بعضی از این سلطنت طلبای ایرانی یا ضد کمونیستای ایرانی اومدن گفتن که کوبا کوتاه آمد و فلان حرفا، کوبای بیچاره از اون اول نمیخواست که وارد این رابطه تحریم و اینا بشه، این آمریکا بود که فشار روش می آورد و این به شکست انجامیده. همچنان که برخی سیاست‌های دیگه آمریکا و اونقدر قلدری و اون سیاست‌های نوع بوش و اینا به جایی نرسیده و الان موقع تغییر سیاست و اوباما با همین شعار سر کار اومد. یکی از وعده هاش همین بود که رابطه با کوبا رو عادی بکنه و الان هم رفتن این کار کردن. به نظر من هر دوشون برندن، هیچ کدوم بازنده نیستن تو این ماجرا. به نظرم
واسه کوبا جنبه‌های خیلی خوبی داره، میشیم صحبت کنیم. مثلا آمریکا هم از لحاظ هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی به نفعشونه. این از معدود مواردیه که میشه بگی همه طرف‌های درگیر خوشحالن و یک کمونیستی مثل ما که خیلی سختگیریم نسبت به سیاست دنیا و خواهان مثلا وضعیت بهتری واسه انسان هستیم، فکر میکنم این تجدید رابطه در این جهت پیش میره و منم شخصا خوشحال شدم که این اتفاق افتاد. خب دلایل اینکه آمریکا دست به چنین تحریمایی زده بود، اینقدر تحت فشار میذاشت کوبا رو چی بود؟ یعنی چه جوری میشه اینو توضیح داد؟ خب میدونید که به اصطلاح کوبا تاریخاً مستعمره اسپانیا بود و توی اوایل قرن گذشته یه جورای مستعمره آمریکا شد، تا مدت‌هایی هم به صورت مستعمره بود، بعداً هم یه دیکتاتور به اصطلاح پاپتی گذاشتن اونجا، کسی که باتیستا که تحت به اصطلاح سیطره آمریکا بود و آمریکا شدیداً اونجا حاکمیت داشت و در واقع قرار بود که کوبا بشه لاس وگاس لاتینو، محل سرمایه گذاری های صنعت عیش و عشرت و خوشگذرانی های مثلا تو آمریکا و اینا. و خب توی کوبا یه انقلابی شده در سلطه آمریکا و این انقلاب و فیدل کاسترو و چگوارا و اینا شروع کردن و 1961 و اینا بود که دیگه آمریکا سعی کرد که اول فیدل کاسترو رو سر به راه کنه، دید نمیتونه، شروع کرد علیش کودتا کردن و نمیدونم ضد انقلاب های خود کوبایی ها رو مسلح کردن و علیشون که شکست خورد. و بعد از اون دیگه کوبا با شوروی اون وقت نزدیک شد و با آمریکا مثلا روابط قطع شد و آمریکا فشارهای زیادی گذاشت، حتی بر سر مسئله کوبا جهان تا آستانه جنگ هسته‌ای هم پیش رفت و این سابقه رو داره که آمریکا در تمام این مدت همینطور که گفتم بارها و بارها، یعنی 700 بار واقعا خواسته چیزو فیدل کاسترو سرنگون کنه و تحریم‌های همه جانبه علیش اتخاذ کرده، یه جور به هویت سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد تو این فاصله و این سابقه رو پشت سر خودش داره که خب حالا خوشبختانه به جای رسیدیم. حتی بعد از سقوط شوروی هم با وجود اینکه شرایط آماده بود که خب چون حامی کوبا شوروی بود شرایط آماده بود به نظرم واسه اینکه روابط عادی بشه، حتی فشارها رو تشدید کردن و یک محاصره اقتصادی شدید رو تحمیل کردن به کوبا، ولی خب خوشبختانه به جایی نرسیدن و الان تجدید رابطه دوباره تو دستور قرار گرفته. انقلابی که در کوبا صورت گرفت از نظر شما یک انقلاب سوسیالیستی بود؟ الان کشور کوبا یک کشور کمونیستیه، چه جوری سیاست رو چه جوری شما یا اقتصادش رو چه جوری توضیح میدید؟ نخ کوبا هرگز یه انقلاب سوسیالیستی نداشته، هرچند یعنی همون اولش که اصلا واضح بود که انقلاب ملی دموکراتیک و مثلا آزادی بخش انقلاباتی که کشورهای مستعمره انجام میدن واسه رهایی از شهر استعمار و اون اوائلش که اصلا اسمی هم از کمونیسم و مارکسیسم و اینا چندان در بین نبود، تا بعد از اینکه با آمریکا سرشاخ میشن، آمریکا میخواد دوباره احیا بکنه وضعیت سابق در اونجا رو، بالاخره کوبا بعد مجبور میشه بره با شوروی به اصطلاح همپیمان بشه و رون اتکا بکنه. نه شوروی هرگز سوسیالیستی بوده و نه کوبایی که بالاخره سعی کرده یه الگوی منطبق با شوروی رو اونجا پیش ببره. تا اونجایی که به اقتصادش برمیگرده به یه اقتصاد سرمایه‌داری دولتیه و مردم همه یه جورایی واسه دولت کار میکنن و بسیار فقیره، از خیلی جهات عقب نگه داشته شده، از جهان دور نگه داشته شده، یه جورایی هنوز توی قرن 20 و اواسط قرن 20 منجمد شده از یه جنبه‌های
و ربطی به سوسیالیسم نداره. تا اونجایی که بالاخره یک کارهای مفید و مناسبی انجام دادم، مثل سواد عمومی، تحصیلات عمومی، بهداشت عمومی، خیلی هم خوبن، از خیلی استانداردهای جهانی، در سطح استانداردهای جهانی قرار داره. خب اینا جنبه های خوبیه که تو اونجا ما دیدیم، ولی این هنوز از سوسیالیسم خیلی فاصله داره و اون چیزی که اونجا جریان داره سرمایه‌داری دولتی هست. حتما برمیگردم به این مسئله سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد، خیلی ازش استفاده میکنیم معمولا توی ادبیات های مختلف و توی مقاطع مختلف. اما اجازه بدید اینجا یه سوال دیگه ای مطرح بکنم. توی فکر کنم اولین صحبتتون، اولین سوالی رو که خواستین جواب بدین، گفتین نقش کوبا توی مسئله ابولا، و اینجا راجع به آموزش رایگان یا عمومی، بهداشت، اینا صحبت کردین. بعد نیست یه مقدار بیشتر توضیح بدید، بیشتر بگید، باز کنید، برای اینکه این سیاست ها رو مشخصا مسئله ابولا رو به این خاطر توجهمو جلب کرد که منم توی رسانه‌های مختلف خونده بودم که چقدر پزشکای کوبایی اونجا هستن، به اصطلاح رأس تیم پزشکی و اینا قرار دارن، ولی هیچ کدوم از رسانه‌ها اینو مطرح نمی‌کنن. توی سوئد اصلا مطرح نمیشه این. باید خودت مثلا بری لابلای بعضی از نشریه ها و اینا بگردی، به چرخی، شاید یه گوشه یه چیز کوچیکی به چشمت بخوره. خوبه شما که اطلاع دارید بگید اینجا. من هم البته اطلاعات هم با همین گشتن لابلای اخبار و اینا به دست آوردم، ولی خب گاهگاهی خودشون حتی بعضی مقامات آمریکا چیز کردن، تقسیم کردن نقش کوبا رو در جریان مقابله با ابولا. نقش منحصر فردی داشت، هیچ کدوم از این کشورهای با این همه امکانات مادی و مالی و تکنیکی و این حرفا که دارن، هیچ کدوم به اندازه کوبا تاثیرگذار نبودن. کاری که کوبا کرد این بود که نفر فرستاد، آدم زنده فرستاد، دکتر و پرستار و کادر مجرب فرستاد اونجا و روی صحنه، روی زمین وایستاد و با این بیماری مبارزه کرد. خب بقیه هم نقش داشتن، حالا ما نباید مثل اونا بی انصافش میگیم بقیه بی نقش بودن، ولی نقش کوبا منحصر به فرد بود و در واقع در سکوی اول قرار گرفت. اگر قرار بود جایزه‌ای به سر قضیه مقابله با اوبالا بدن، کوبا این جایزه رو به دست آورد و بقیه در فاصله خیلی طولانی باش قرار داشتن. و خب این چیزی رو میگه در مورد اون مردم، این چیزی رو میگه در مورد جامعه‌ای که درست کردن و اینو، این فضا رو و این فضای انسان دوستی رو راستش تو جامعه کوبا میشه حس کرد و سلامت و بهداشت به اصطلاح هم فیزیکی و هم روانی مردم رو میشه بلافاصله دید. لاغرن، فقیرن، امکانات ندارن، ولی کاملا میتونی بفهمی انسان‌های شاداب و سالم و سرحالین. این به معنا نیست که اشکالات نواقص رو نبینیم، اون سر جای خودش میشه صحبت کرد، ولی این واقعا یه جنبه زندگی تو کوبا بود که آدم میتونه به چشم ببینیم. بله. خب و اما برگردیم به مسئله سرمایه‌داری دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد. شما از کوبا یا شوروی به عنوان کشورهایی که دارای سرمایه‌داری دولتی هستند اسم بردید و میگین. معمولا توی ادبیاتمون ما این عناوین رو استفاده میکنیم. و یک کشوری مثلا مثل آمریکا سرمایه‌داری بازار آزاد، فرقش چیه؟ فرق دارن، منتها اول شباهتشون رو بگیم به نظرم موضوع روشن‌تر میشه. چه سرمایه‌داری کوبا یا مثلا حالا برجسته‌تر سرمایه‌داری چین یا سرمایه‌داری شوروی سابق و چه سرمایه‌داری بازار آزاد که آمریکا و اروپا غربی و خیلی کشورهای دیگه هستن، اینا در یک چیزایی مشترکن و اشتراکشون در اینه که ما تو این جوامع با یک از جمعیت عظیمی از آدم ها روبرو هستیم که کاملا رابطهشون با وسایل تولید قطع شده و چاره‌ای ندارن جز اینکه برن نیرو کار خودشون رو به سرمایه دار، میخواد دولت باشه، مؤسسات سرمایه داری باشه یا افراد سرمایه دار باشه، باید برن نیرو کارشون رو بفروشن و برده مزدن و این مزد هست که سهم اونها رو از تولیدی که دارن میکنن و مثلا خلاقیتی که تو جامعه به وجود میارن، این مزد سهم اونا رو تعیین میکنه. این چیزی که
تو آمریکا یا تو کوبا یا توی چین یا توی سوئیس و فرانسه، اینا همه جا مشترکه این سرمایه داری. یه چیزای دیگه شون هم حتی مشترکه و اونم این که شما میگید سرمایه‌داری بازار آزاد، انگار بازار همه چیز رو تعیین میکند و اینا، که این دروغ محضه. بازار در واقع بهانه بورژواهای گردن کلفت و انحصارات بزرگ هست واسه اینکه منفعت خودشون رو پیش ببرن. برای مثال شما توی بحران 2007-2008 دیدید که چطور دولت اومد برخلاف تمام قوانین بازار همه اونها رو زیر پا گذاشت و هزاران هزار میلیارد دلار پول داد از محل پرداخت تکس و درآمدهای خود دولت، پول داد به بانک ها و مؤسسات بزرگی که میگفت اینا اگر سقوط کنن، دیگه خیلی بزرگن که سقوط کنن کل اقتصاد سقوط میکنه. هیچ چیز این مطابق بازار و بازار آزاد نبود، این عین سرمایه‌داری دولتی بود. میخوام بگم یعنی اینجوری نیست، تفاوت دارن ولی میخوام مشابهتاشون رو بگم. خب همین کارا رو هم همین نقش دولت و شدید دولت توی فرض کن سرمایه‌داری کوبا هر روز میبینی، توی آمریکا تو دوره‌های حساس و بحرانی که سرمایه‌داری در مخاطره است میبینی و میاد نجات میده سرمایه‌داری. در نتیجه یه مقدار زیادی این سرمایه‌داری بازار آزاد چرنده از لحاظ واقعیت اجتماعیش، هر کجا لازم باشه دولت میاد دخالت میکنه و اینا مشترکه، چه تو کوبا چه توی چین و چه توی آمریکا. اما تفاوت که دارن، تفاوتاشون اساسا از این جهتی که تو سرمایه‌داری بازار آزاد شما یک به اصطلاح فعال بودن و پویایی وسیع‌تر و جدی‌تر رو از سرمایه می‌بینی و در جهت استثمار نیروی کار و رشد تکنولوژی و به اصطلاح به قول تکنیکی مارکسیستی در تولید ارزش اضافه نسبی اونجا خیلی جلوتر و خیلی پیشرفته‌تره که برخال این تفاوت اون دست. منتها باید دقت کرد وضعیتی که تو کوبا به وجود اومده از لحاظ اقتصادی به دلیلی نیست که سرمایه‌داری دولتیه. خب توی چین هم سرمایه‌داری دولتیه و میبینی که چجور سرمایه‌داری رشد کرده، توش گسترش پیدا کرده و مورد قبطه خود حتی بورژوازی غرب الان توی این جریان بحران 2007-2008 بود. مسئله کوبا اینه که از بازار جهانی دور نگه داشتنش و منزویش کردن و خود اینم هیچ ربطی به بازار و اقتصاد بازار و اینا نداره. یعنی تحریمایی که آمریکا و کشورهای اروپایی و اینا علیه کوبا کردن، این درست خلاف بازار آزاده، باز همون سرمایه‌داری دولتی که کوبا هم یه نمونه و یه جور دیگرش داره به اصطلاح برقرار رو داره پیش بره. میخوام بگم دلیل اینکه از لحاظ اقتصادی کوبا اینجور وضعیت عقب مونده ای داره، یک دلیلش اینه که از بازار جهانی دور مونده به دلایل سیاسی، ایدئولوژیک و منافع سیاسی دولت‌های سرمایه‌داری و درست خلاف سرمایه‌داری بازار آزاد. در نتیجه کلا میخوام بگم اینجوری که اومدن سرمایه‌داری دولتی رو اسم سوسیالیسم جلوی ما مطرح کردن و سرمایه‌داری بازار آزاد رو به اسم آزادی و رهایی و دیگه هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه، هر دوش دروغه، هر دوش واقعیت نداره و ما با سرمایه‌داری تو اشکال گوناگونش روبرو هستیم و اوضاع کوبا هم اساساً بر اساس انزواش از بازار جهانی میشه توضیح داد تا اون که سرمایه‌داری دولتی. بله، ما مجموعاً 6 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه‌مون. منم 3 تا سوال دارم، اینو جهت اطلاعتون گفتم برای اینکه بتونید تنظیم بکنید برای پاسخ دادن به سوالا. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که الان وضعیت کوبا چجوریه؟ به کدوم سمت میره؟ سرنوشتش چی میشه؟ من امیدوارم که کوبایی‌ها، البته راول کاسترو گفته که رابطه با آمریکا اینا قرار نیست که سیستم سیاسی رو عوض کنه، بی بی سی هم تیز زده بود که قرار نیست رژیم کمونیستی عوض بشه، که گفتم اینا همه چرته، هیچ ربطی به کمونیسم و اینا نداره. ولی امیدوارم کوبایی‌ها بتونن چیزهای خوبی که به دست آوردن از جمله بهداشت عمومی، از جمله چون اینا رو بدی دست بازار ما پدر مردم در میاد، حتی تو غرب هم نمیدن دست بازار، بهداشت رو میتون سوئد این دست بازار نمیدن و درستش هم هست که نمید داد دست اینجا باید سرمه داری دولتی باشه. امیدوارم که این چیزهای خوبی که دست آورن از جمله بهداشت و تحصیل رایگان، خیلی تحصیل کردن، یعنی با آدم ها انواع آدم های خوبا که سوئد میکنی همه تحصیل کردن، این هم خیلی جالبه.
اینا رو حفظ کنن. و در این حال خب این رشد تکنولوژی و ورود به قرن 21 و مثلا شما اونجا اینترنت زیاد نمیبینی یا مثلا سلفون هست ولی اونجوری وسیع نیست، این سمارت فون ها مورد استفاده نداره، این جدا موندن از جهان رو بتونن جبران بکنن، وارد قرن 21 بشن، اینا جنبه های خوبه ولی در این حال جنبه های مثبتشون هم نگه دارن. منتها واقعیت اینه که خب سرمایه‌داری بازار آزاد میاد و اونجا حالا میخواد چپاول بکنه و اینا، که امیدوارم که بشه وقتی این صحبت کرد که مردم کوبا یه انقلاب دیگه بکنن، علیه سرمایه‌داری واقعا انقلاب سوسیالیستی بکنن و از شر این وضعیت رها بشن. به هر حال این امیدواری‌ها رو من دارم، حالا چقدر بشه نمیدونم. بله. و اما یکی از این سوالایی که معمولا تو این اتفاقایی که میفته ما توجهمون فوری به ایران هم جلب میشه که ببینیم مثلا چه وضعیتی توی ایران ممکنه آدم بتونه انتظار داشته باشه. عادی تر شدن رابطه آمریکا و کوبا فوری فکر میکنم تو ذهن خیلی ها اینو تداعی میکنه که خب وقتی که این یخ 50 ساله آب شد، رابطه ایران جمهوری اسلامی با آمریکا هم میتونه این یخ آب بشه و عادی بشه. چقدر فکر میکنید این هم تاثیرش رو فکر میکنید چه جوری میشه توضیح داد، همین که چقدر میشه آدم انتظار چنین چیزی داشته باشه؟ خب تاثیر مثبتی داره، یعنی اینکه آمریکا بیاد با یه کشوری 50 ساله داره تحریمش میکنه و هر داره نابودش میکنه و نتونسته و بالاخره حالا وارد مذاکره میشه، خب کلا فضای مساعدی ایجاد میکنه واسه مذاکره. منتها اوضاع ایران کاملا متفاوته با اوضاع کوبا. قضیه سر اینجاست که و آمریکا همواره خواسته با ایران رابطه داشته باشه، این جمهوری اسلامی است که نخواسته، برعکس کوبا. کوبا برعکس همیشه خواسته با آمریکا رابطه داشته باشه، این آمریکا بوده که نخواسته. توی مورد ایران این جمهوری اسلامی که نمیخواد. چرا جمهوری اسلامی نمیخواد؟ واسه اینکه دردش گرونه، واسه اینکه معضل داره، واسه اینکه مشکل داره، تناقض داره. یه رژیمیه که خودش رو بر اساس ضد غربگرایی و ضد آمریکایی‌گری تعریف کرده و حالا اگه بخواد از این دست برداره دچار تلاطم و تکانهای شدیدی میشه که ممکنه بود و نبود زیر سوال بره. در نتیجه توی مورد ایران به نظرم اگر بخوایم واقعا رابطه عادی با غرب و با تمام دنیا برقرار کنیم، یه شرط اولش اینه که شر جمهوری اسلامی رو بکنیم. حالا که در مورد کوبا خود دولت با مردم پشت دولت همه با هم دیگه میخوام برن روابطشون رو عادی بکنن، تو ایران باید شر جمهوری اسلامی رو کنیم. بله. سوال آخری که من داشتم یه جورایی شما توی سوالای قبلی توضیح دادین، منتها از اونجایی که خود من کنجکاو بودم و یکی از واقعا خواستای خود من اینه که برم کوبا یه مسافرت، دلم میخواست که توی پایان صحبتامون که یه دقیقه و نیم تقریبا فرصت هست، یه مقدار بیشتر از مشاهداتتون بگید. شما درست تو همون مقطع که من یه وقتا با شما شوخی میکنم میگم مثل که رفتین اونجا تاثیر گذاشتین، باعث شد که رابطه عادی بشه، یه مقدار از مشاهداتتون و ملاحظاتی که اونجا کردین و اینا رو بگین برامون بیشتر. من اولین چیزی که و بیشترین چیزی که توجه منو جلب کرد توی کوبا مردمم. مردم خیلی دوست داشتنی هم. اولا همونطور که گفتم سلامتشون، خوشگل، زیبا، خوشندام، پوست سالم، یعنی کاملا سلامت میبینی توی چهرهشون. بعد سلامت روانیشون، یعنی ریلکس و مهربون، آروم و اینجور مثل خروس جنگی هم دیگه بپرن، هم چه خبری نیست، مردم ریلکس و آرومی هم، خیلی رفتار انسانی دارن با هم دیگه، اینو کاملا میشه ببینی. و همبستگی که توشون هست و موقعیت زنا واقعا موقعیت خیلی خوبی دارن تو جامعه. و حالا خب من همه جنبه هاش ندیدم ولی این حس رو کاملا آدم میگیره. منتها خب یه چیزایی هم هست که خب به نظر اومد وحشتناک بود و نباید باشه. خب فقر رو و اینو کاملا میشد ببینی، فحشا به خصوص واسه توریستا و واسه این صنعت توریست، یه پایش صنعت فحشاست، این رو بسیع میشد ببینی. صنعت سکس، این چیز وحشتناکی بود، دخترای خیلی جوانی که ریخته بود توی خیابونای آوانا و هر جایی که کانش بود، این یه مسئله وحشتناک بود.
که به نظرم جالب نبود اصلا، یعنی خیلی متاثر کننده بود راستش. اینو میشه ببینی. بعدم یه چیز جالب که در مورد کوبایی ها من نمیدونستم به این درجه، به درجه زیادی خرافی هن و یه جورایی مذهبی هن، یه سندلاسارایی دارن که پیغمبر کوبایی هست، یعنی یه قدیسی هست که تو کوبا و خصوص خیلی مورد چیز قرار میگیره، مورد توجه قرار میگیره، اعتقادات شدیدی هم به اون دارن. منطقه اصلا چیز نیست، یعنی یه حالت جالب مثل حالت جادو داره، یعنی یه حالت جادویی داره تا مذهبی، که اینا جنبه هایی هست که آدم خوبه بیشتر بررسی کنه و بفهمه. در هر حال خواستم بگم حتما برید، هر کس میتونه، این کشور جالبیه، مردم جالبی داره و دیدنیه و بالاخره اگر کسی میخواد بره قرن بیست و بو بکشه از بوی بنزینای کاربرات سوزی که ماشین های دهه 1950-1960 میخواد اونا رو بفهمه، باید بره کوبا. کوبا هنوز توی قرن بیست زندگی میکنه. خیلی متشکر از شما مصطفی صابر. متشکر. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با مصطفی صابر در رابطه با تجدید رابطه آمریکا با کوبا. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم هرمز رها برای شما آرزوی روزها و ساعت خوبی داریم. شاد و سربلند باشید.